جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان محترم کل کشور و عضو کمیته سه نفره قوه قضاییه، میهمان برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری هستند. آقای محسنی سلام، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، ممکنه خواهش کنم گزارشی از روند تشکیل این هیئت رو و بررسی هاش رو برای بینندگان ما ارائه بفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و در این لیالی متبرکه که در دهه آخر ماه مبارک رمضان هستیم و شبهای قدر را داشتیم، حقیقتا از خداوند تبارک و تعالی قلب سلیم و فکر سالم و نیت پاک و لسان صادق از خدا طلب میکنیم که اون چرا که رضای حق تعالی انشاءالله بر فکر و زبان و اعضای جوارح ما انشاءالله جاری بشه. همونطوری که گزارش ویژه شما پخش کرد، این هیئت که در زمان حضرت آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شده در اوائل برج شش، یعنی شش در واقع شش، این هیئت را جناب آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور دادن که برای پیگیری مسائلی که بعد از حوادث انتخابات رخ داد و اون چرا که احیانا جریانهای سیاسی بعضی از افراد آحاد مردم و غیره واقعا در ذهنشون بود و مطرح میکردن، به طور جدی و به طور همه جانبه دنبال بشه، پیگیری بشه و نهایت تلاش و دقت بشه که از هیچ طرفی حتی امکان حقی ضایع نشه. این که میگم از هیچ طرفی، یعنی نه خدای نکرده فردی اگر احیانا حقی ازش ضایع شده این نتونه استیفا بکنه و حقش از بین بره، و نه اگر مردم، عموم مردم، جامعه، حکومت حقی داره، اینجا همه اطراف قضیه با جدیت پیگیری بشه و توجه بشه و در خصوص حقوق مردم احتیاط بیشتری بشه. یعنی ما لازم می‌دونیم که در اینجا نسبت به جنبه حق مردم یه احتیاط خاصی را داشته باشه. خب قبل از این البته حضرت آیت الله شاهرودی هم نفراتی رو تعیین کرده بودن، اونها هم کارهای رو خوبی را کردن، دنبال کردن و مسئله رو پی گرفتن و قبل از این کمیته باز بعضی از این قضایایی که در این گزارش هم اومد باز جناب آیت الله شاهرودی ارجاع داده بودن دادستان کل وقت، پیگیری های شده بود. اما به طور مشخص زمانی که آیت الله لاریجانی این هیئت را مسئول کرد که قضایا را پیگیری بکنن، شاید از روز اول که فرمودن و این ابلاغ را دادن تا به امروز، اگر من عرض بکنم که هر روز گزاف نگفتم، حتی روزهای جمعه از اون تاریخ تا به امروز هر روز این هیئت جلسه داشته، بعضی روزها دو جلسه داشته، بعضی از روزها شاید 4-5 ساعت جلسه داشته، البته بعضی روزها هم کمتر. در اثناء رسیدگی به موضوعات مختلف که مد نظر ابلاغیه حضرت آیت الله لاریجانی بود، نامه جناب آقای کروبی هم به ایشون واصل شد خدمت ایشون و ایشون این نامه را ارجاع دادن به همین هیئت سه نفره. هیئت با توجه به اون چرا که به طور خاص از زبان یک چهره سیاسی و اون هم در یک جایگاهی مثل بالاخره آقای کروبی که در گذشته دارای خوب سوابقی بوده، مسئولیت هایی بوده و حرف او هم برای داخل هم برای خارج از کشور اگر واقعا صحت داشته باشه ما باید اهتمام لازم داشته باشیم، اگر خدای نکرده بی پایه و بی اساس باشه که بعداً مشخص شد اینجوری هستش، خب این هم باید یک چاره اندیشی درستی بشه که بالاخره چرا ایشون در این جایگاه در این موقعیت مثلا یه حرف احیاناً بی پایه‌ای را مطرح بکنه. پس این هیئت سه نفره در واقع قبل از نامه آقای کروبی تشکیل شده بود؟ بله بله درست. بله.
بعد اون وقت مأموریت ها و البته عرض کردم این آقای کروبی دو تا نامه داشته، یکیش در زمان آیت الله شاهرودی بوده، یکی هم به زمان جناب آقای پادشاهی. بعد اون وقت مأموریت هایی که شما برای این کمیته 3 نفره تعیین کردین شامل چه مواردی؟ شما رسیدگی قضایی کردین یا به روند رسیدگی ها در واقع نظارت کردین؟ ببینید حضرت آیت الله لاریجانی این مسئولیتی که به عهده این هیئت گذاشتن اختصاص به نام آقای کروبی نداشته. عرض کردم اصلا قبل از نام آقای کروبی این هیئت تشکیل شده و مسائلی که مطرح بوده از جمله کوی دانشگاه، از جمله بعضی از کسانی که احیانا مدعی بودن که در بعضی از بازداشتگاه ها مثلا به اینها لطماتی وارد شده، و از نحوه رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی، در دادگاه، در دادسرا، اینها را مسئولیت دادن که این هیئت همه جوانب قضیه را تعقیب بکنه، دنبال بکنه، نظارت بکنه و خدمتشون گزارش بده. که در اثنای این عرض کردم که نامه آقای کروبی هم نامه دوم حاصل میشه به ایشون و اون نامه هم برای پیگیریش ارجاع میدن به این هیئت، که عرض کردم این هیئت با یک عنایت بیشتری به لحاظ شخص آقای کروبی و جایگاه او و مسائلی که بالاخره ایشون مطرح کرده بود و تبعات سویی که این برای مردم، برای نظام، برای همه تقریبا داشت و شاید بیشترین بهره برداری و بهره برداری سوء را دشمنان ما در خارج از کشور از همین نامه‌های آقای کروبی کردند، که ما موظف بودیم که نه در مرحله اول یک اقدام قضایی نه انجام ندیم، چون آقای کروبی هم بالاخره هم به مجلس گفته بود، هم به خود آیت الله لاریجانی که نوشته بود، اینا گفته بود بالاخره من حاضرم بیام، و بالاخره در این سطح ایشون این هیئت را تشکیل دادن و گفتیم خب ایشون را می‌خوایم بیاد در این هیئت و صحبتش رو گوش بدیم. لذا ما بیشتر به عنوان اینکه مسائلی که ایشون مطرح میکنه گوش بدیم، دنبال کنیم، حتی با کمک خود ایشون اگر واقعا سرنخ‌هایی داره، مطالبی داره، به خصوص من خودم خیلی تأکید داشتم که در روند پیگیری ما حتی آقای کروبی در جریان قرار بدیم، بگیم آقا ما این مسیر رو تا اینجا طی کردیم، خب اگر شما چیزی دیگه به ذهنتون میرسه، مطلبی میتونه ارائه بدید، ارائه بدید، که به عنوان یک اقدام قضایی نه، ما به عنوان یک امر تحقیق که به این هیئت واگذار شده بود ایشون رو خواستیم و مطالب ایشون رو شنیدیم در دو جلسه، چندین ساعت مجموعاً در این دو جلسه طول کشید که گزارشش ارسال شد و اگر فرصتی باشه من در این رابطه توضیحات بیشتر. بله حتما اگر به تفصیل توضیح بدین، چون به هر حال ابعاد زیادی داشت، مشخصا ذکر نام افراد متعددی بود در نامه ها و گزارش هایی که بعداً در سایت ها و اینها منتشر شد و در واقع اعمال مجرمانه ای که روی اونها صورت گرفته بود. میخواییم هم به این موارد اشاره بکنید و هم نتیجه بررسیاتون. بسیار. من اگر یه مقداری صحبتم طولانی شد ببخشید، از فرصتهای دیگه که کمتر استفاده کردم از این جایگاه اجازه بدید که در این حال اگر جایی که لازم شد قطع کنیم مهم. بله تواضع. ما ابتداعاً بعد از نامه‌ای که واصل شد جناب آقای کروبی رو خواستیم، ایشون هم البته سر موقع حاضر شدن و صحبت‌های با ایشون داشتیم. ابتدا یک کلیاتی در مورد مسائل و چگونگی پیگیری، خب ایشون آشنا هستن، با جناب آقای رئیسی آشنا هستن، با بنده آشنا هستن، با آقای خلفی اجمالاً خیلی ایشون را شاید نمی‌شناختن اما بی اطلاع نبودن از اسمی، ولی با کار ما، کار بنده، کار آقای رئیسی کاملا آشنا بودن. ما یه مقداری نسبت به کلیات با هم صحبت کردیم، گفتیم خب حالا شما این نامه‌ای که اول به آقای هاشمی رفسنجانی نوشتید، مسائل ادعا کردید، و این نامه دومی که نوشتید، خب ادعاتون چیه واقعا، مستنداتون چیه، مطالبتون چیه و چه چیزی شما را بر این داشته که اصلا این مسائل رو که نوشتید و اینا قبل از اینکه بالاخره مورد رسیدگی واقع بشه یک مرجع رسمی، حالا یا مجلس یا قوه قضاییه یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، شما اینها را مثلا فرض کنید که بازتاب بدید، روی سایت قرار بدید، منتشر بکنید، اینها ایشون توضیحاتی دادن البته و اجمالا گفتن که من
زمانی که اون نامه ای که به آقای هاشمی رفسنجانی می نوشتم، از این مواردی که الان ادعا دارم و مدارکی همراه خودشون به اصطلاح آورده بودن که الان